سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا نالنگیتی، امروز با آموزش نصب و معرفی برنامه ماینینج آلفا نتورک در خدمتتونم. شما با سه روش میتونید توکن آلفا به دست بیارید. روش اول روش ماین کردن هستش. شما هر 24 ساعت میتونید بیاین استارت بزنید و توکن آلفا براتون ماین میشه. روش دوم یه سری لوت باکس هستش. شما هر نیم ساعت میتونید بیاین لوت باکس ها رو باز کنید و بهتون یک مقدار توکن آلفا میده. روش سوم، شما میتونید یه سری بازی انجام بدید و در ازای بازی کردن بهتون توکن آلفا میده. و در حال حاضر که من دارم براتون ویدیو رو ریکورد میکنم، قیمت هر توکن آلفا در حال حاضر یه چیزی حدودش 1 دلار هستش. توی وبسایت رسمی اکسچنج آلفا نتورک قابل خرید و فروشه و یه سری توضیحات داره که جلوتر توی بخش خرید و فروش بهشون میپردازیم. کل توکن های موجودی که بالاخره قرار باشن 500 میلیون توکنه. در حال حاضر 400 میلیون توکنش ماین شده و این 500 تقریبا 100 میلیون توکن دیگه به زودی قرار ماین بشه و تموم بشه و توی صرافی های بزرگی مثل بالاخره بایننس و چندین صرافی دیگه لیست بشه توکنش که راحت خرید و فروش بشه. کل توضیحات رو جلوتر بهتون آموزش دادم و بخش های مختلف برنامه رو حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. خوشحال میشم همینجا ویدیو رو لایک کنید که به افراد بیشتری نمایش داده بشه. اگر از این سبک از ویدیو خوشتون میاد، زیر این ویدیو رو دکمه مشترک نه سابسکرایب کلیک کنید، زنگوله کنارش هم روی آلیا همه قرار بدید که ما از انتشار ویدیو جدید نوتیفیکیشن براتون ارسال بشه و باخبر بشید. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، ویدیو امروز رو با بررسی بخش های مختلف برنامه ماینینگ آلفا نتورک شروع میکنیم. یه نکته این که ظاهرا خیلیاتون مشکل دارین لینک ها رو توی دیسکریپشن بردارید. خیلی دوست نداشتم که بخوام یه شبکه اجتماعی دیگه به شبکه هامون اضافه کنم، ولی خب مجبورم. از اونجایی که نمیتونم توی تلگرام به خاطر شلوغی چنل لینک ها رو قرار بدم، تصمیم گرفتم که خب توی پیج توییترمون که از قبل هم بودش خب میذارم براتون. از اونجا دیگه میتونید راحت کپی کنید یا بالاخره سیوش کنید، هر کاری که دوست داشتید انجام بدید. پیترم فالو کنید که بعضی وقتها کارت های همون NFT های OAT گالکسی رو براتون میذارم که میتونید به دستشون بیارید، ایردراپ میدن در آینده. و اینکه حالا آموزش گالکسی دیگه خودش جدا، یه ویدیو براش گذاشتم توی چنل آموزشمون هم هست. اگه برای تست نت ها هم که مبتدی هستین، میتونید توی چنل آموزشمون عضو بشید و بالاخره اطلاعاتتون رو بیارید بالاتر. خب بخش های مختلفی داره. بخش اول این قسمت بالا یا کادر اول هستش، مربوط به ماینینگ توکن. هر 24 ساعت یک بار شما روی این قسمت کلیک میکنید که براتون ماین میکنه. حالا این ساعت هش ریت منه که تقریبا در ساعت 365% توکن برای من ماین میکنه. بخش بعدی بخش مربوط به لوت باکس هستش. شما کلیک میکنید و هر نیم ساعت میتونید بیاید تقریبا 14 هش ریت برای خودتون با انجام یک حالا دیدنی تبلیغ 5 یا 15 ثانیه‌ای به دست بیارید که میتونید روی این قسمت کلیک کنید. اینجا میشه گفت که خب اگه بخواید تبلیغ رو ببینید کامل، 3 برابر این تقریبا 1.2 حالا هش ریت به قدرتتون اضافه میشه. اگه هم نخواهید که روی نو تنکس کلیک میکنید، تقریبا 5 ثانیه‌ای براتون میاد. این بالا روی کلیک میکنید و دوباره ضرب در و تمام. اینجا روی اوپن لوت باکس کلیک میکنید و 4 آلفا بهتون میده. و خب میبینید که تایمرش اضافه شد و تقریبا 29 دقیقه دیگه من میتونم بیام دوباره انجام بدم. خب بخش بعدی بخش مربوط به گیم هستش. این بازی ها تازه اومدن و توی ویدیو قبلی اصلا نبوده و فکر کنم یکی 2 هفته است اومده. شما با انجام این بازی ها میتونه که تعداد توکن های آلفای بیشتری به دست بیاره. چه بازی های به شدت ساده هستن، روی این قسمت که کلیک کنید وارد گوگل پلی میشید و میتونید بالاخره بازی ها رو انجام بدید. کادر بعدی کادر مربوط به سیگما نتورک، یه شبکه جدید مثل همین آلفا نتورک که به تازگی راه اندازی شده. یکی از فرندهای آلفا نتورک هستش که اگه شما با کد آلفا نتورک وارد بشید، یعنی همین آلفا نتورک رو بنویسید با حروف کوچیک، 1000 توکن سیگما بهتون میده و بالاخره میتونید ماین کنید. که لینک این ویدیو رو هم براتون توی دیسکریپشن میذارم و همچنین پیج توییتر میتونید اونور
کلیک کنید و ویدیوی مربوطه رو ببینید. آموزش 0 تا 100 این هم هستش. خب بخش بعدی بخش مربوط به کالکت ریوارد که شما همون میشه گفت لوت باکسه. ببینید الان روی کالکت ریوارد کلیک کنیم وارد همون لوت باکس میشید. خب میایم پایین‌تر میریم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی هم مربوط به تیمتون هستش. بالاخره میتونید حالا تعداد رفرال هاتون رو ببینید، میتونید که این روی این قسمت کلیک کنید اگه رفرال دارین، روی این قسمت زنگوله کلیک میکنید و یه نوتیفیکیشن برای فرنداتون میره و اونا رو خبر میکنه که بیان حالا استارت بزنن. خب این از کل بخش های صفحه مربوط به هوم. بخش های مختلف دیگه ای داره، این بخش مربوط به ماین کردن که زیاد مهم نیست. بخش بعدی بخش که خیلی مهمه یکی اینه، حالا ماین بهش میگن یا همون بخش مربوط به پروفایلتون، این قسمت که وایس منیجر. ببینید در این قسمت چه کلیک کنیم دو تا کد بهتون میده. اوکی شما این کد ها رو کپی میکنید، کپی چه کنید باید توی قسمت مربوط به اکستنس وارد کنید. حالا اینو جلوتر بهتون میگم و بالاخره کاراشو انجام میدیم برای اکستنس. خب برای قسمت های بعدش هم که حالا اینجا نامتون رو نشون میده، کد رفرالتون که برای من محمدیتیه همون اسمم هستش، و اینکه بخش های مختلف وایت پیپر و این حرفاش که مهم نیست میتونید خودتون بخونید. یه بخش ولت داره که خب اینجا اکتیویتی مون هستش. خب ما هیچ فعالیتی نداشتیم برای برداشت و رسیو و این حرفا. روی ترانسفر چه کلیک کنید، ببینید دوستان روی قسمت حالا ولت چه کلیک کنید سندر، ببینید الان بیت کوین ولت رو نداره و اتریوم ولت هم هنوز اضافه نشد یا اون متامسک، ولی این ولت رو داره، ولت خودش هستش، میتونید انتقال بدید به مثلا یه اکانت دیگه تون. این دوتا هنوز اضافه نشدن، هر وقت که اضافه بشن توی کانال تلگرام براتون میذارم یا یه ویدیوی تکمیلی در موردش میذارم، ولی خب فعلا هیچ جا نمیشه انتقال داد به کیف پول دیگه‌ای. و خب قسمت بعدیش هم بلاکچینه که همون حالا فروشاشون هستش که اینو جلوتر بهش میپردازیم. پس همه ای توضیحات مربوطه بهتون داده شد و اینکه بریم سراغ اکسچنج. خب دوستان ببینید صفحه اصلی صفحه هوم هستش که شما روی این قسمت اوپن اکسچنج کلیک میکنید، یکی از مرورگرهاتون انتخاب میکنید، مثلا همین کروم. من کلیک میکنم وارد کروم میشه. خب توی قسمت مربوط به کروم الان اینجا برای من اومده بالا و اینکه خب هنوز صفره، بذاری من خروج از سیستم بزنم که دوباره بهتون توضیح بدم اینم چرا فارسی میشه. خب الان روی این قسمت چیزشو میدم. اینجا ما باید روی ساین این کلیک کنیم. روی ساین این که کلیک کنید، حالا اگه اولین بارتون یا بعضی وقتا میبینید که ریسیت میشه و خودتون باید دوباره وارد کنید، روی قسمت ساین این کلیک میکنیم و خب ما باید یک کد رو وارد کنیم. اینجا این کد کجا هستش؟ وارد برنامه آلفا نتورک میشیم. توی برنامه آلفا نتورک بخش مربوط به پروفایل یا این کاراکتر آدم کلیک میکنید. اینجا نوشته KYC منیجر، کلیک میکنیم و همون کد هایی که بهتون گفتم رو میتونید کپی کنید، حالا چه بالایی چه پایینی دوتاشون فرقی نداره زیاد. پس خب این بالا نوشته برای اندروید، اینجا کپی میکنم، وارد وبسایت مربوط به اکسچنج میشم، اینجا پیست میکنم و روی ساین این کلیک میکنم. الان باید برای من بالاخره ورود بزنه به اکانتم و موجودی منو بیاره بالا. خب چون قسمت موجودیمون آورده بالا و همه چیمونو که اینجا موجودی کل توکن هامون هستش، مقداره که من الان حالا این چیز جدید، این درخواست جدیدی که دادم، این مقدار رو برای من تبدیل به دلار کرده. و توی این قسمت شما میتونید کانکت ولت کنید، روی کانکت ولت کلیک میکنید، روی اتصال میزنید و تراس ولت رو مثلا انتخاب میکنید. اگه توی سیستم هستی که میتونید متامسک رو انتخاب کنید. خب تراس ولت رو انتخاب میکنیم، ساب میکنیم. اینجا ما باید شبکه رو انتخاب کنیم. خب شبکه باید شبکه چی باشه؟ شبکه باید شبکه پالیگان باشه.
پالیگان رو انتخاب میکنید، روی کانکت کلیک میکنید و کانکت شد. خب حالا ببینیم برای ویدرا، حالا الان میریم سراغ فروشش، ولی همین بخش اولو بهتون توضیح بدم. برای ویدرا چی کلیک کنیم؟ اینجا به همون گفته که چقدر میخواین برداشت بزنید، حالا الان جلوتر همه رو بهتون میگم، ولی فی خیلی رفته بالا. میگه چقدر میخواین برداشت بزنید که مبلغ رو باید وارد کنید. و اینجا ببینید گفته USDC ولت آدرسه که خب اوکی. اون فی شبکه تقریبا 7 و حالا آره دیگه 7 تقریبا 8 دلار میشه برای فی یا همون هزینه شبکه. چه شما مثلا اگه 40 دلار بخواید برداشت بزنید، اینجا 40 رو بزنید بعد روی ویدرا کلیک کنید، تقریبا 32 دلار براتون واریز میشه. پس 8 دلارش برای فی میره. خب این از برداشتش. و اینکه میایم پایین‌تر بخش خرید و فروش، چه خب الان روی بای هستش، بخواید خرید کنید قیمت هر توکنش تقریبا حساب میکنیم 1 دلار و 2 سنت هستش. که خب بخواید بخرید روی این قسمت کلیک میکنید، اصلا پیشنهاد خرید نمیدم، الان بهتون میگم چرا. روی سل هم که کلیک کنیم بخواید بفروشیم، خب روی این قسمت کلیک میکنید، بذاریم منو کلیک کنم و اینجا روی کنسل سل کلیک میکنم. خب برای شما اینجوریه، برای فروش طبق موجودیتون میتونید هر چند تا که دوست داشتید، مثلا 1000 تا بخوام بفروشم میشه تقریبا با قیمت الان 1000 و تقریبا 20 دلار میشه، که خب به فروش نمیره، الان بهتون میگم چرا. پس حالا یه سری نکات هم بهتون میگم میتونید بهش عمل کنید. روی سل که کلیک کنم اینجا گفته اوکی شده، بک تو سل رو کلیک میکنم و اینجا برامون اومده بالا و سفارشمون اوکی شده. میبینید که 1000 تا اومده بالا، پایینش قسمت سول دستش مقداری که شما فروختید، اینجا درصد فروش رو بهتون گفته و توی این قسمت اون موجودی یا اون تعداد آلفایی که تبدیل به دلار شدن. و خب بعد چی تبدیل به دلار شدن، اینجا یه کلیم براتون میاد، میتونید کلیم بزنید و اون مقدار به قسمت موجودی شما اضافه میشه. خب این پایین تر، خب توی این کادر فکر کنم براتون فارسی کنم بهتر متوجه بشید و خودم بهتر توضیح بدم. بخش اول که مربوط به فروشنده ها هستن، نزدیک به 135,000 نفر دارن میفروشن و توی بخش پایینش تعداد حالا خریدارها فقط 1000 نفرن، که به خاطر این بود که بالا بهتون گفتم فعلا فروش نمیره. دوستان فکر کنم 5-6 ماه پیش که حالا ویدیو اول رو گرفتم اگه اشتباه نکنم، من تونستم نزدیک به اون موقع قیمتش یه چیزی هولوش 20 سنت بود فکر کنم، و من تونستم یه چیزی هولوش حالا 300 دلار 300 خورده دلار فکر کنم بفروشم ازش، چون تازه اومده بود و تازه باز شده بود و میشه گفت قیمت فروشنده ها، یعنی من فکر کنم جز اولین ها بودم، قیمت فروشنده ها کمتر از خریدارا بود و اون موقع خیلی خوب بود. و خب حالا بهتون میگم جلوتر چه خبره. تعداد کاربرانی که توکن رو دارن تقریبا 1,700,000 نفرن و خب دارندی توکن هستن. کل تجارت در گردشش این مقداره و کل عرضه یا مان شده ها یا بالاخره کل توکن های موجود الان 403,000,000 هستن و کل توکن هایی که بالاخره قرار باشن 500,000,000. یعنی چی؟ یعنی تقریبا 97,000,000 توکن دیگه باید ماین بشه که به نظر من اون موقع که کل توکن ها تموم بشه میشه گفت که مثل کور یا همون برنامه ساتوشی میره، حالا یه میشه گفت توی صرافی های بزرگتری قرار لیست بشه اون موقع. الان فقط همین وبسایت خودش بعد تموم شد و رفت، ولی خب توی اون موقع که کلا تموم بشه شما میتونید که به نظر من با قیمت خوبی بفروشید. الان سعی کنید که ماین کنید و میایم پایین تر. ببینید دوستان الان قیمت ساعتیشو نشون داده که در حال حاضر تقریبا 1 دلار و 15 سنت و قیمت روزانش تا
همون 1.20 دلار رفته، ولی الان ببینیم خیلی خوبه به نظرم که قیمت الانش حدود 1 دلار هستش. ولی خب مورد داشتیم توی همین تقریبا 2 هفته یا 3 هفته پیش قیمتش زیر 1 سنت بوده و الان رشد خوبی داشته و میشه گفت که آینده خوبی هم داره، چون خیلی خیلی کاربر داره دوستان. نزدیک ببینید همین الان نزدیک به 1,700,000 کاربر داره، البته کاربران که ماین کردن و دارنده این توکن هستن و به نظر من آینده به شدت خوبی داره. سعی کنید که در حال حاضر ماین کنید، این تنظیماتی که این بالا برای فروش اد کردیم و انجام بدید و اینکه میتونید همین الان هم ببینید دوستانی داریم که 67 دلار 50 دلار 10 دلار 15 دلار فروختن. اون موقع که من حالا 4-5 ماه پیش و ویدیوش معرفی شد نزدیک به حالا فی شبکه نزدیک به 1.5 دلار بود فکر کنم و الان رفته بالا، ولی خب اون موقع هم تعداد فروشنده ها کمتر بوده و خب خریدارا هم خوب بوده و خب فروش میرفت. ولی الان فکر کنید نگاه کنید 135,000 تا دارن میخوان بفروشن و خب این باعث شده که قیمت فروش خیلی کم بشه. میتونید که اینجا یه مقدار رو بذارید برای فروش و هر وقت فروش رفت بیاین کلایم بزنید، اصلا شما بگین 1 سال دیگه بیاین کلایم بزنید، ولی خب بهتر از اینه که اصلا نذارید برای فروش، ممکنه توی صرافی‌های لیست بشه و خب تعداد خریدارا برن بالا. پس کارهایی که باید انجام بدید الان چیه؟ الان شما باید ماین کنید، میتونید در کنار ماین کردن اگه وقت دارید بازی کنید، بازیاشو انجام بدید و توکن آلفایی بیشتری به دست بیارید. چیز خاص دیگه که بخوام بهتون بگم نداره. خب دوستانم از ویدیو امروزمون هر سوالی چیزی داشتید توی قسمت کامنت ها میتونید بپرسید، حتما میخونم جواب میدم. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشید. موفق باشید، روزتون خوش.